أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. ملت شرافتمند افغانستان، ملت مسلمان و متدین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند نکته میخواهم به خاطر صحبت های آقای حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف اشاره داشته باشم. میخواهم این نکته را بگویم. آقای حلیمی اشاره کردند که شما امتیاز از این نظام گرفتید و امتیاز میگیرید و معاش گرفتید. الحمدلله، خوشبختانه به لطف و فضل الهی هیچ ضرورتی نداشتم که دست خود را پیش حکومت فرسوده و دست نشانده یهود و نصارا دراز بکنم. جدم تاجر، پدرم تاجر، از یک خانواده تاجر و کاکاهایم تاجر و الحمدلله امروز مدرسه ها دارم، هزاران شاگرد دارم به لطف و الهی و فضل الهی که همه با کمک های تجار خیر، تجار این سرزمین، تجار مؤمن مخلص، که اگر تجار هستند که من از اونها جان بخواهم به خاطر قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم جان میدن. همه این برنامه های ما را تجار خیر تمویل میکنن. نیازی نبود و نیست که ما دست خود را پیش نوکران غرب دراز بکنیم. آقای حلیمی، امتیازهایی که برای ما پیش شد، مبلغ‌های هنگفته که برای من ارائه شد، اگر برای تو پیش می‌شد خواب از چشمان تو می‌رفت. آقای حلیمی، علما را از مرگ و از زندان و از شهادت و از تهدید و از این مسائل نترسانید. الان علمای ربانی پشت میله‌های زندان‌های شما هستند. الان هر روز روزانه علمای ربانی در این سرزمین شهید میشن. شما غیر از این که امنیت رقاصه ها را بگیرید، اما علما که شهید شدن چه کار کردید؟ چه هنر به خرج دادید؟ آقای حلیمی، علما را از مرگ نترسانید که این شهادت افتخار ما هست. ما به شهادت افتخار میکنیم. شهادت برای ما عزت هست. اما این حیات تو و زندگی تو در بردگی و غلامی ذلت و خاری هست. آقای حلیمی، دنیا ارزش نداره. این دنیا فانی هست که به خاطر قوت و قدرت و چوکی بیایید دروغ بگویید، بیایید تهمت بزنید، بیایید الفاظ را به زبان خود جاری بکنید که اخلاق شما و شخصیت شما را به نمایش میگذاره. شما به خاطر قدرت و شوکت و به خاطر این دنیای فانی آخرت خود را فراموش کردید و خراب کردید. ارزش نداره. آقای حلیمی، 20 سال هست که منبر انصار حق و حقیقت را بیان کرده، حق و حقیقت را بیان کرده. آن زمانی که منبر انصار حق می گفت و حق را بیان می کرد، شما کجا بودید؟ بعضی از اون دوستان و رفیقان و ماحول شما که قرار دارن با ما کل گزارش را دادن که شما چه کار می کردید؟ شما چقدر بودپاکی یهود و نصارا و دشمنان الله و رسول را کردید تا به پست وزارت رسیدید؟ امروز می آیید حرفهای برای علما می گویید که ملت افغانستان اخلاق شما و شخصیت شما را از روی حرفهای شما می شناسه. حرف اخیر من برای آقای حلیمی و سایر کسانی که فکر می کنن که علما را می ترسانن، این را می گویم. قریب به 20-21 سال از منبر انصار میشه حق و حقیقت را بیان کرده. والله العظیم، تا قطره خون در وجود داشته باشم، تا نفس داشته باشم، حق را بیان میکنم و شما هیچ کاری کرده نمیتوانید. شما هیچ عملی را انجام داده، خیلی کاری بکنید، ما را به درجه شهادت نائل میکنید که این بزرگترین آرزوی ما هست. منبر انصار آزاد بوده و آزاد زندگی کرده و شما هیچ غلطی و هیچ اشتباهی کرده نمیتوانید
الحمدلله منبر انصار امروز متعلق به یک قریه و به یک شهر نیست، ملت افغانستان، ملت مسلمان افغانستان از منبر انصار حمایت کرده و حمایت نموده و حامی هست و همه دعاگوی منبر انصار و سایر علمای ربانی هستند. الله سبحانه و تعالی همه ما را در راه صراط المستقیم ثابت قدم داشته باشه. آقای حلیمی، حرف اخیر من این هست، این زندگی شما، این قدرت شما، این چوکی شما تا ابد نیست. بردگی و غلامی را رها کنید، با عزت و سرفرازی و سربلندی زندگی کنید. در غیر آن اگر با این فکر و مفکوره و با این عقیده از دنیا بروید، دنیای شما هم خراب هست، آخرت شما هم خراب هست. الله سبحانه و تعالی دشمنان ملت افغانستان را خار و ذلیل بگردانه و الله سبحانه و تعالی در این سرزمین قانون قرآن و شریعت غرای محمدی جاری بگردانه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.